مرا و چشمهای شما اعتماد بود. این ماجرا تمام سرش اعتقاد بود. رونمایی از یک دفتر شعر در نخستین روزهای بهار بهانه‌ای شده است که این فرهنگیان کشور برای نخستین بار در چند ماه پسین زیر یک سقف در کابل حضور یابند. با هم سفر، چنان که قبلا هم گفته شد، چهارمین مجمع شعریم است که کارهای 5 سال اخیر من در بر میگیرم و در کنار مسئولیت خبرنگاری که است، من میکوشم که همیشه به کارهای فرهنگی که از آغاز نوجوانی با ما بوده به پردازم. کتاب تمیم جان حبیب که امروز ما شاهد رونماییش بودیم، 176مین کتاب بود که از آدرس انتشارات برق چاپ شده و بعد از امی بحران کرونا متاسفانه یک وقت کارا فروکش کرده بود، کمتر بود، اما ما باز هم فعالیت های خود از طریق آنلاین انجام میدادیم. در کنار محدودیت‌های برخواسته از عمگیری ویروس کرونا در ماه‌های گذشته، تهدیدهای امنیتی نیز از علت‌های برگزار نشدن چنین محافل در پایتخت بودند. غم بسیار ناشناختم. در روزگاری که ما هر روز شاهد انفجار انتحار زیاد در دور بر شهر هستیم، چاپ چنین اثر واقعا خجسته و میمون است. دولت توجه جدی نداره. نهادهای خصوصی در رشد فرهنگ و ادبیات و شعر بسیار تلاش میکنند. با همه این چالش ها در بیش از یک سال گذشته هم در کشور ده ها کتاب چاپ شدند. چنان که به گفته مسئولان انتشارات برگ، تنها آنان در همین مدت در حدود 50 کتاب را از نویسندگان و شاعران کشور نشر و پخش کردند.